سلام عزیزانم به برنامه کودکان مقدمند خیلی خوش اومدید امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید در برنامه امروز راجع به کودک آزاری در مراسم های مذهبی و کلا در ماه محرم و سفر و روزهای معینی صحبت خواهیم کرد امیدوارم که به نکاتی که در این برنامه گفته میشه حتما توجه کنید اجازه بدید راه های تماس با برنامه رو مرور کنیم و برگردیم به موضوع برنامه اجازه بدید که قبل از راجب قبل از اینکه راجب موضوع برنامه بگم یه نکاتی رو راجب تماس با نهاد کودکان مقدما عنوان کنم شماره تلفنی که در پایین صفحه می‌بینید طبعا برای شماست که تماس بگیرید از طریق واتس وایبر، لاین، تلگرام، ایمو میتونید با ما در تماس باشید. دوستانی زنگ میزنند و در ساعتی که شاید مناسب نیست و به حال پشت خط میمونن به خاطر اینکه ساعت تماس نیست معمولا خب اینو خواستم به شما بگم که حتما رعایت کنید ولی همه شما که به ما زنگ زدید دیدید که ما در دسترس هستیم و میتونیم با هم مدت ها هر چقدر که شما نکاتی دارید صحبت و گفتگو بکنیم و دوستان ما در نهاد کودکان مقدمان به تلفن های شما پاسخگو هستند یادتون نره شناسه ما در تلگرام هست ات کودکان ام به تلگرام کودکان مقدما سر بزنید و همینطور فیسبوک رو فراموش نکنید کودکان مقدما به لاتین و و یا به فارسی در هر صورت میتونید جستجو کنید سراغ فیسبوک ما برید لایک کنید صفحه رو در عین حال و پست های اون رو به اشتراک بگذارید اما راجب سیزده مهر روز معلم هم فقط خیلی کوتاه اشاره بکنم که حضور همه خانواده ها در کنار تجمع اعتراضی معلمین به شدت اهمیت داره و همه معلمین بخشی از خانواده های میلیون ها دانش آموز هستند روز معلم در اعتراض به وضعیت معیشتی وضعیت نابسامان آموزش پرورش در سراسر ایران به یک روز اعتراضی تبدیل شده و همه شما رو دعوت می کنم که در برنامه خودتون بگنجانید در کنار معلمین فرزندانتون حتما در این تجمعهای اعتراضی در هر کجای ایران که اعلام میشه شرکت کنید به ویژه در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی در بارستان این نکته رو گفتم امیدوارم در برنامه بعد فرصت بشه که با جزئیات راجبش صحبت کنیم اما موضوع برنامه فرارسیدن ماه های عزاداری که به ویژه منتسب به شیعیان هست برای کودکان یک مصیبت برای جمهوری اسلامی انگار یک فرشته از آسمون نازل میشه که جامعه رو در گریه و عذا فرو ببره و مخصوئی و در این حال تأثیر تخدیر مذهب بر مردم رو به عنوان یک کار و کاسبی به عنوان ماهی پر از درآمد و سرشار از پول برای خودش تبدیل کنه نظر و نیاز و تبلیغ مراسم های مذهبی بخشی از سیاست جمهوری اسلامیه و براش پول خرج میکنه چون ازش پول در میاره از ماه محرم و سفر به عنوان یک ماه تلایی ماه های جمهوری اسلامی استفاده میکنه چه برای جمعآوری نیرو چه سربازگیری چه دسترازی سیاسی امنیتی انتظامی در مناطقی که به اصطلاح خود جمهوری اسلامی میگه مناطق مانند کربلا نجف سامرا مشهد قوم و غیر اما در این میان کاری که ما باید بکنیم اینه که کودکان چه آسیب خطرناکی از ماه محرم و سفر میبینن و چگونه جمهوری اسلامی برای اونها تله پهن میکنه مدارس، مساجد، همه اینها رو به هم گره میزنه و کودکان رو برای مخصوی توسط خانواده ها، توسط معلمین پرورشی و غیره با ایجاد فضای سوگ، اندوه، زاری، گریه، ندبه میکشونه به مراسم های مذهبی و کودکی که حتما در عکس هایی که اتاق فرمان به شما نشون خواهند داد خواهید دید و کودکانی که نه این تاریخ رو میدونن نه این تاریخ پر از جعلیات و چیزی که ساخته ی دست حکومت هاست خبر دارن نه لازمه بدونن هیچ رفتی به کودکی اونها نداره هیچ نوع آموزش مثبتی نداره بجز تبلیغ خشونت یه فردی با مداهی، با سینه زنی، با تو سر زدن، با به انداختن مردم، با رفتارهای شنی مثل سینه زدن، زنجیر زدن، قم زدن، خود زدن و گریه و ناله و زاری و اشک و آه برای تاریخی که اساسا ساخته شده برای که ازش بشه پول داره و کودک رو میارن وسط اون صحنه دردناک ذهن کودک به چی مشغول میشه؟ شما تمام حرف هایی که گفته میشه سر بریده دست بریده خون همه اینها رو مجسم کنید و ضرب در کودکی بکنید ببینید چه وحشتی برای کودک ایجاد میشه در این حال کودک شما شاهد گریه و زاری و خودزنی و تو سر زدن بسیاری از بزرگسالان خودش هست مثل والدین خودش نزدیکان خودش و میبینه همه دارن تو سرشون میزنن و گریه و زاری میکنن و این اولین زروس به دوره کودکی برای یک کودک و حتی نوجوان چرا پدر مادر عمو خاله دایی دوست همسایه کسایی که من دوستشون دارم چرا اینطوری دارن خودشونو میزنن چه اتفاقی افتاده کسی که ناله و زاری میکنه و مثلا میگه خدای منو ببخش در ذهن کودک اینه که این چه گناهی میکنه که اینقدر به تذره افتاده و این حتما باید آدم بدی باشه که اینقدر ناله و میکنه که یک کسی اینو ببخشه چون در ذهن کودک اون چیزی که بزرگ سال به عنوان خدا پروردگار و غیر ساخته شده وجود نداره این یک موضوعه موضوع دیگه خود تاریخ جعلیست که ساخته شده برای امامان و غیره و در این حال حزن اندوه و خشونتی که تبلیغ میشه و کودک رو میاره وارد یک عرصه ای می میکنه که مطلقا ارزش کودکانه براش نداره تبدیل کردن شما الان حتما اتاق فرمان به شما نشون میده همین عکسی که اینجا در کنار دست من میبینید مادری کودکش رو آورده تصور بر اینه که اگر من یه اسم عبالفز تو سر این بنویسم یه لباس عربی مثلا یه مال یه دوران معینی رو تنش کنم خدا به این بیشتر توجه میکنه و امام حسین پسر یا دختر یا هر چیز من برای من نگه میداره این تصور ساده لوحان است ولی سوال اساسی اینه چرا کودک رو به این مراسم میکشونیم کودک چه ربطی داره به اون تاریخی که یه عده اعتقاد دارن یا ندارن اون الان یه لحظه کنار بذاریم چه ربطی دارن به کودک چه ربطی داره بزرگسال میخواد تو سر خودش بزنه کودکش رو چرا آورده چرا میگه من این کودک رو دست بلند میکنم یا علی اصغر یا علی اکبر برای چی این کودک مگه مذهب داره مگه مذهبی رو انتخاب کرده این کودک اگر در جنگل های آمازون متولد میشد تبدیل به بومی جنگلی میشد اگر در یک کشوری دیگه متولد میشد ممکن بود با مذهب بودا با مذهب مسیح با مذهب یهود بیان سراغش و اگر در یه جای مترقی متولد میشد میگفتن کودک که مذهب نداره اصلا انتخابی نداره الان بکنه تو هیچ مراسم مذهبی هم قطعا نباید شرکت کنه جمهوری اسلامی میاد این ماه هم مهندسی میکنه مثلا مراسم واقعا تأصف انگیز شیرخارگان حسینی اصلا شما خود این عبارت رو نگاه کنید یه دونه حسینی میچسبونه به شیرخارگان خب ما شیرخواره رو چرا میبریم مگه شیرخواره مراسم داره اگر مراسم مربوط به کودک که این کودک نمیفهم این چیزا اگر مربوط به بزرگسال تو چرا کودک رو برمیداری میبری بعدش کجا میبری جایی که همه دارن تو سرشون میزنن ناله زاری بعد معلوم هم نیست برای چی و دلیل نداره که کودک بره در جایی که ببینه مادرش و پدرش و کسایی که دوست داره همه دارن تو سرشون میزنن بعد برای چی نمیفهمه و اولین کار اینه که یه احساس گناه به کودک منتقل میشه احساس هیچ بودین احساس تخدیر احساس نابودی میبره تو مغز کودک به اضافه صحنه های دردناک دیگه خب همین صحنه رو الان اجازه اتاق فرمان به شما نشون میدن میدونم فوق العاده دردناک نشون دادن این صحنه ها از همینجا به تصویر اینجا بغل دست من نگاه کنید این پدر نادون مادر نادونیه که فکر میکنه اگر من به سر بچم تیغ بکشم قمه بزنم این میشه فرق شکافته این یا اون امام و این اصلا نور به زندگیش میباره خب این قمه رو کی اینجا دست این بچه داده چرا این بچه باید خون از سرش بیاد چه این مادر نادونی که بچهشو با این شوق و اشتیاق به کله این بچه شمشیر میزنه قمه میزنه خب فرهنگ داعش مگه شاه خودم داره خون پاشیدن به جامعه خون ریختن اساس این مذهبه هر جا جشنم که بخواد بگیره بالاخره سر یه گوسفندی رو باید ببره باید خون بریزه شما اون چیزی که بهش میگن مذهب ابراهیمی نگاه کنید ابراهیم برای اینکه نزدیکی خودش رو به خدا نشون بده میره اسماعیل 5 6 ساله رو برمی میگه الان جلو پای شما سرش رو میبرم خب تو چرا سر بچه 6 ساله رو داری میبری مگه تو اختیار سربریدن داری برای اینکه ف... در این فرهنگ کودک مثل گوسفنده ببخشید با این با این کلمه صحبت میکنم کودک مثل گوسفنده صاحبش هم پدرشه میزنمش زمین سرش رو میبرم کودک حقی نداره و من میخوام این, مثال براتون زدم میدونم تکون دهنده است ولی مثال من براتون زدم که بگم آقا حق کودک در این مو... موضوع چیه چرا میبریش برای این امام یا اون امام این کودک رو به گریه و ناله و زاری میندازی برای چی در کی در این کودک وجود داره از امامت از رقابت از جنگ های قبیله ای در کشورهای دیگه درکی است میفهمه چرا باید به اعتقاداتی که شما دارین و معلومم نیست از کجا آوردین یک کودک دو سه چهار پنج شیش ساله رو بهش مبتلا بکنین چرا باید این کودک بره و این صحنه های دردناک رو ببینه نمونه هاش تعذیه گردانی یه نمونه است نمایش یه تئاتر یه تئاتر سراپا خشونت بچه رو زیر پا میندازه علی اصغر رو زمین زدن این رو سرش رو بریدن دست این یکی رو ب... تاریخی که کسی هم شهادت نداره راجبش از ترزمینی به نام کربلا تا بقیهش یه تاریخ ساختگیه بجز این موضوع بر سر این که خب کودک چرا اینجاست این وسطه با این صحنه های خوفناک کودک با چگونه کنار بیاد سر فلانی رو بر نیزه کردن تص... تصویر کودک مجسم کنین اومده وسط یک دعوای بزرگ که در تاریخ اتفاق افتاده کودک رو اووردن این وسط میگن تو باید اینجا باش تو با ما باش تو این صحنه ها هر خانواده عاقلی هر خانواده عاقلی اولین اقدامش اینه که این کودک رو از این مراسم دور میکنه دور کردن کودکان از مراسم های مذهبی یه عقل واقعا باید کودک رو سرگرم کرد حتی نشنوه که کمتر آسیب ببینه اتاق فرمان یک فیلم کوتاه چند ثانیه فکر کنم ده 15 ثانیه برای شما آماده کردن من میخوام اینو شما ببینید و قضاوت رو من میسپارم به خودتون ببینید با یک کودک پسر بچه ده دوازده ساله ببینید مذهب داره چه رفتاری میکنه اینو ببینید معذرت میخوام که اینا رو نشون میدیم. میدونم واقعا دردناکه ولی چرا این بچه داره خودشون میزنه؟ برای چه کاری؟ اون همه آدم بزرگسال مشغول خودآزاریان، یعنی باید خودشونو بزنن. برای چه؟ برای چه کاری؟ این چه آموزشی به این کودک میده؟ و این کودک برای اینکه دل بزرگترا رو به دست بیاره، شبیه هم اونا رفتار میکنه. همه ی کودکان همینن. وقتی که تاکید و تایید از بزرگتر میبینن یعنی رضایت برای کودک کافیه میگه پدرم مادرم از این کار من خوشش اومد من. منم میرم شبیه اون رفتار میکنم در حالی که کودک شبیه کودک باید رفتار کنه دیگه کودک قرار نیست مانند مرد سی چل ساله یا زن سی چل ساله رفتار کنه اما ما میریم و این استفاده اینجا رو نگاه کنیم این یه همایشه به شدت حزنالود و ارتجاعی عقب مونده و وحشیان است بگذارید به زبان تأکید بگم مراسم های مذهبی و آوردن مراسم، کودکان به مراسم های مذهبی درست مثل این که یک کودک رو بریم و به وحشت بندازیم بریم وحشت ایجاد کنیم و کودک رو بیاریم وسطش بیاریم وسط یه دعوایی مطلقاً باید ممنوع کرد هر نوع استفاده مذهبی هر نوع استفاده از کودکان در مراسم های مذهبی اکیدن باید ممنوع بشه جمهوری اسلامی بر سر این کار مایه میذاره سیاست میذاره استراتژی میذاره پول خرج میکنه آدم میاره مهندسی میکنه ما نباید بذاریم مدیر مدرسه رو مجبور میکنه مساجد رو مجبور میکنه میاره وسط میدون باید کودکان رو بکشونن به مراسم های مذهبی و این ما ایم که باید ممانعت کنیم تصاویر دردناکی مثل شیرخارگان حسینی سه سالگان حسینی از همه بدتر بسیج شیرخارگان شیرخارگان بسیجی تصور کنین شما کودک شیرخاره شده بسیجی خب این جمهوری اسلامیه و یه داستانی رو میاره وسط که یک کودک شیرخاره ای بود به نام علی اسخر و اینا آب خواستن طرف مقابل به این آب نداد خب یک کسی هم تو تاریخ می نویسه میگه کودک شیرخاره که شیر میخوره چرا آب بهش اگه شیر میخورد خب دیگه جاره شیر میخوره این چرا رو دستش میگرفت می گفت به این بچه آب بدین بعد کودکان باید چه کار کنن ذهن کودک و کودکی خودش رو چطوری مجسم کنه که من علی اصغر علی اکبر یا هر کسی دیگه چرا باید با این صحنه دردناک خشن و به شدت آزاردهنده و مخرب کودک روبرو بشه از رادیو تلویزیون برنامه ها مناسک مذهبی مدارس تکیه و مساجد و, و غیره مداهانی که الان میلیاردر شدن همه اینها رو میاره وسط کودکم میاره اونجا مطلقاً مطلقا نباید کودکان در این مراسم های به شدت خطرناک شرکت کنند کودک نباید خون ریزی ببینه نباید سحنا... بازسازی صحنه خون ریزی ببینه همینطور که کودک اعدام میبینه کودک خشونت میبینه شلاق زدن در خیابون میبینه آزار اذیت میبینه رسما میبرنش توی جایی و با همین داستانهایی که نمیخوام دیگه الان زیاد تکراری بشه کودک رو به وحشت میندازیم این نوع استفاده ها کاملا جنبه ایدئولوژیک سیاسی و مهندسی شده داره در هر کجا که مذهب پاشو به وسط میذاره یکی از قربانیان فوریش کودکانه چون کودک نه تعریف داره نه اهمیت داره مثال ابراهیم و براتون زدم مثال امام حسین براتون زدم شما چرا بچه تو برداشتی بردی تو میدون جنگ دست میگیری رو دستت برای چی این کارو میکنی؟ خب منتصب اینه به همین مذهبم بچهش رو میگیره میاره تو مجالس مذهبی میگیره رو دستش و واقعا در قلب اون پدر و مادر اینه که بلکه امام حسین یه نظری به این بچه ما بندازه مریض نشه پولدار بشه، سالم باشه، باسواد بشه، ترقی بکنه، ایناس واقعا تایش یعنی فکر میکنه با این کار میتونه یه آینده ای برای تو ذهن خودش برای بچهش بخره در حالی که آینده رو با علم دانش شادی بازی میشه برای کودک تأمین کرد چرا جمهوری اسلامی پولی نیرویی و هزینه برای شادی کودکان خرج نمیکنه چرا در این روز کودکان نباید به شهر بازی برن بازی بیشتری بکنن تفریح بیشتری بکنن مجانی باشه براشون تفریح چرا فقط مراسم خون و خونریزی و گریه وزاری و زاری و توسر زدن و خدازاری و آزار دیگران روش این مذهب به شدت در مقابل بردن کودکان به این مراسم ها بیستید مقابله کنید و کودکتون رو نجات بدید من میخوام روی این کلمه دو خط تاکید بذارم کودکتون رو نجات بدید نبریدش به مز... مراسم های مذهبی و اجازه ندید یک دستگاه عظیم مهندسی شده ی تبلیغاتی به مخصوی کودک شما بپردازه به هر شکلی که میدونید این کودک رو از مراسم های مذهبی از این عکس ها در این نمایش ها در این تعذیه گردونی ها در این خون ریزی ها بکشیدش بیرون در با هر امکاناتی که دارید با هر ام... اولا خودتون شرکت نکنید و بگذارید کودک بیاد بگیره که پدر و مادر من نمیره حتی در مقابل سوالش شما بگید بگید خون ریزیه این خوب نیست تو شاد نمیشی خوشحال نمیشی شادی یک بخش بزرگ از زندگی انسان ها و به ویژه کودک هیچ نوع آزار هیچ نوع سرزنش هیچ نوع اذیت جسمی مطلقا آموزشی برای کودک به تخریب شخصیتش نداره و کودک اینجوری تربیت میشه من هیچم من پوچم یه کسایی که نمیدونم چیان امامن پیغمبرن خدان و کی اونان که منو هدایت میکنم من هیچ کارم و این آماده میشه برای اطاعت کردن در حالی که وقتی علم دانش تشخیص در کنار شادی و رفاه و آزادگی کودک به میان بیاد اون وقت کودک یه چیزی دیگر رو انتخاب میکنه یادتون باشه ماه محرم و سفر دو ماه فوق العاده ویژه برای جمهوری اسلامیه برای اینکه بساط پهن کنه جامعه ای که چنین معترض نمونش کارگران هپکو و آزراب عراق است کودکان اینها مخصوصی میشن برای اینکه دستگیری پدر بی حقوقی پدر اخراج پدر محو میشه این ماه ماه ارعابم هست ماه سرکوبم هست باید در مقابلش ایستاد و به ویژه کودکان رو حفظ کرد مراقب کودکانمون باید باشید ماه محرم و ماه سفر به عنوان دو ماه خطرناک برای کودکان باید محسوب بشه خطر روانی و خطر جسمی این کودکان رو تهدید میکنه و امیدوارم که نسبت به این موضوع توجه کنید یادتون نره از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه است با ما در تماس باشید واتساپ وایبر لاین تلگرام ایمو با همین شماره تلفن ما پاسخگوی شما هستیم بهترین ها رو براتون آرزو می کنم مراقب خودتون و کودکانتون باشید